و حال آقای میرویس علیزاده معاون سخنگوی وزارت صحت عامه با ما هستند تا در مورد شیوع موج سوم ویروس کرونا بحث و گفتگو داشته باشیم. آقای علیزاده سلام، وقت شما بخیر. خیر خوش آمدین به مجموعه خبری پایک روز. سلام به شما و به همه بیننده عزیز. بله آقای علیزاده، میشه در نخواست در مورد ازی بگوین که در حال حاضر شیوع ویروس کرونا البته موج سومش در چه حالتی در افغانستان قرار داره؟ بله، متاسفانه ویروس واقعیت بیشتر ما در کشور خود داریم. بیشترین آمار هم در ولایت کابل دیده میشه، ولایت قندوز، بلخ، ولایت قندهار ما بیشترین آمار رو داریم و روز به روز آمار ما در حالت بلندیدن است و ما در سوی قله موج سوم در حالت حرکت هستیم و شاید تا به 12 روز دیگر هم پیش بینی وزارت صحت ما نموده واقعیت مثبت اینا دیگر هم افزایش داده. بله، به گونه اوسط روزانه چند تن مصاب به این بیماری میشن و چند تن جانهایشان را از دست میدن؟ کسانی که جانهایشان را از دست میدن آیا در رده سنی خاص هستند یا نه مشکلات دیگری هست که باعث میشه که جانشان را از دست بدن؟ به طور اوسط از 1100 گرفته الا 1300 تن روزمره به ویروس کرونا مبتلا میشه یا مرحله‌ای است که از سکتور دولتی و خصوصی امرای ما ثبت می باشه و متاسفانه در این چند روز پسین ما بیشترین تلفات را داشتیم. این روز به تعداد 50 تن از هموطنان عزیز ما جانهای خود را از سبب مرض کرونا از دست داده بودند که در یک سال گذشته بیشترین آمار امرای ما ثبت کردیم. بله، چه فکر میکنید که چه چیزی باعث میشه که حالا هموطنان ما که به ویروس کرونا مبتلا میشن تا حد برسه که بتونن جانشان را از دست بدن، چه باعث میشه؟ آیا بدن شخص میتونه ضعیف باشه یا دیرتر عمل میکنن به خاطر درمان این بیماری یا اینکه کمبودا در شفاخانه ها وجود داره؟ برای شما معلوم است که فیصدی که حالت وخیم را در کرونا به بار میاره بسیار یک فیصدی کم می باشد. مرگ میر نه تنها در افغانستان بلکه در همه کشورهای جهان رخ می دهد. شما کشور هند شاهدش هستین و علت عمدهش است که ویروس کرونا در بعض افراد سیر بسیار ضعیف را داشته، در اکثرت افراد ما یک اعراض علائم خفیف را دارند و از 4 الا 6 روز الا در مدت 8 روز زود شفایاب میشن. اکثرت هموطنان ما متاسفانه در بعض اشخاصی که سیستم ایمنی یا معافیتی از و ضعیف باشه و سنشان بیشتر باشه و دچار بعضی از مشکلات از این میشن و یا بعض افراد که امراض مزمن دارن، یعنی امراض دواندار دارن، به مو اساس مبتلا بالای از و تاثیرات منفی را داره ویروس کرونا. بله، عمده ترین علائم موج سوم ویروس کرونا نسبت به موج اول و دومش چه است و چقدر متفاوت از او ویروس است؟ اعراض و علائم موج سوم کرونا یا نوع جهش یافته ویروس کرونا نسبت به ویروس ووهان در چین اعراض و علائم تفاوتش بسیار نمی باشد، صرف در بعضی موارد خصوصا در سرفه، در تب و بعضی تکلیف های حسی بویایی یا چند فیصدی بسیار محدود متفاوت بوده. از یکی دیگر عین اعراض و علائمی که ویروس ووهان داشت، اعراض و علائم نیز ویروس کرونا نو جهش یافته کرونا داره که فعلا ما و همه هموطنان ما دچار بعضیشان دچار از مشکل است. بله، حالا آقای علیزاده گفته میشه اشخاصی که حتی واکسین دریافت کردن مصاب به این بیماری میشن و گزارش هایی میرسانه که جانش را از دست داده با اینکه واکسین دریافت کرده به این ویروس مبتلا شده و حتی جانش را از دست داده. شما در این مورد چه میگین؟ برای مردم چه موقف گیری میکنین در مورد از اینکه واکسین دریافت بکنن یا نکنن یا کسانی که دریافت کردن چه وقایع هایی را باید بگیرن؟ خب واکسین یک گزینه بهتر و خوبتر جهت جلوگیری مرض کرونا در افراد جامعه می باشد. به همین اساس همه واکسین هایی که فعلا نه تنها در افغانستان بلکه در تمام جهان که تطبیق می شود این فیصدی خاص خود را دارد که در بدن انسان معافیت تولید می کند. واکسینی که ما برای هموطنان عزیز ما کمپانی آسترازنیکای کشور هندوستان به تطبیق نمودیم فیصدی معافیت که فیصدی که معافیت به بار می آورد در بدن انسان از 76
فیصد گرفته الا 92 فیصد بود. یعنی از 76 الا اگر اوسط بگیریم از 85 فیصد معافیت به بار میاره در وجود انسان، مگر 15 فیصد شاید معافیت به بار نبره به می اساس و اشخاص که مبتلا به ویروس کرونا میشن که و تکلیفشان بیشتر میشه، او افراد هستند که در این جمله 15 فیصد اگر ما اوسط بگیریم 15 فیصد افراد هستند که معافیت در وجودشان 100 فیصد در وجودشان به بار نمیاد به می اساس مبتلا به ویروس کرونا میشن. در صورت عموم واکسن یک گزینه خوب است که از 76 قبلا هم ذکر کردم الا 92 فیصد معافیت در بدن انسان به بار میاره به خاطر جلوگیری ویروس کرونا. بله آقای علیزاده، حالا گفته میشه که شماری از هموطنان ما که تا واکسین ویروس کرونا رو دریافت کردن به این ویروس مبتلا شده و جانش را از دست داده. شما چه میگین؟ آیا تایید میکنین که چنین چیز امکان داره رخ بده؟ قبلا هم در این مورد من صحبت کردم که شاید واکسین گفتم 100 درصد معافیت در وضعیت به وجود نمیره به می اساس یک چیز فیصدی است که حالا آقای علیزاده، پس دریافت واکسین میتونه چه سودی را داشته باشه که حالا در صورتی که دریافتن بکنن در 15 درصدش هم در معرض خطر حتی مرگ وجود داشته باشن و اگر هیچ دریافتم نکرده باشن در معرض خطر مرگ باشن؟ ببینین، اول خو همه افرادی که مبتلا به ویروس کرونا میشن خدای نخواسته همگیشون خدای نخواسته نمیمیرن، فضل خدا است، فقط در 100 فیصد ما 2 الی 3 فیصد افراد داریم که وا به حالتشان به وخامت میره. باز 2 یا 3 فیصد هم بسیار فیصدی کم است که هموطنان ما جانهای خود را از دست بدن. ما و شما اگر فکر کنیم آیا 85 فیصد یا 90 فیصد معافیت که در وجود انسان تولید میکنه آیا این فیصدی کم است؟ به نظر ما بیشترین معافیت است که با یک انسان 85 الی 90 فیصد معافیت حاصل کنه در مقابل ویروس کرونا، نه تنها در افغانستان بلکه در کل جهان. شاید برای فعلا یک حالت ایمرجنسی است، به حالت ایمرجنسی همین واکسینا فعلا تهیه کرده، در آینده شاید جهان به این قادر شود که واکسین را ترتیب نمایه که 100 فیصد معافیت تولید کنه. و اکثریت واکسینا، نه تنها واکسین کرونا بلکه اکثریت واکسینا 100 فیصد معافیت در بدن انسان به وجود نمیاره. حتما 5 فیصد 10 فیصد واکسینا از معافیت خالی می باشند که در وجود انسان که 90 الی 95 فیصد تاثیر کنه، یا 5 یا 10 فیصد اکثریت واکسینا را اگه شما ببینه و معافیت رو وجود نمیاره. بله آقای علیزاده، موج سوم ویروس کرونا میتونیم بگوییم چه نوع یک ویروس است؟ از کدام نوعیت، از کدام کشور وارد افغانستان شده؟ برای فعلا واقعیت که تستای جنوتایپینگ را که وزارت صحت عامه در لابراتوارهای مرکزی وزارت صحت عامه انجام گریده، ما دریافتیم که نوع بریتانوی را در افغانستان در 18 ولایت واقعیتش مثبت باشه. امکان ازی است که در 34 ولایت ما واقعیت مثبت را داشته باشیم و در پهلوی ویروس بریتانوی ما نوع هندی را هم رد کرده نمیتونیم، شاید واقعیت مثبت نوع هندی هم در کشور ما موجود باشد. به همین اساس وزارت صحت عامه کوشش خود را در آینده میکنه که کیتای را ما به همکاری سازمان صحی جهان دریافت نماییم که نوع هندی، نوع برازیلی، نوع افریقایی را دریابیم که آیا در کشور ما واقعیتش مثبت است یا نیست. با نوع هندی را رد کرده نمیتونیم، شاید واقعیتش در کشور ما موجود. بله، پس آقای علیزاده، یعنی قبول میکنید که نوع سوم ویروس کرونا یا این که نوعیتش که از هند وارد افغانستان شده باشه میتونه متفاوت تر از نوع اول و دوم باشه؟ من شاید واقعیتش مثبت باشه، مگر در اعراض و علائم فرق بیشتر ندارن با نوع بریتانوی، نوع ویروس اوهان. بله آقای علیزاده، شما در مورد از این که شهروندان و مردم افغانستان چه نکات بهداشتی را از جمله این که بجز از این که ماسک استفاده بکنن و فاصله اجتماعی را رعایت بکنن، چقدر این را میپذیرین که حالا این ویروس میتونه که بر روی سطح اشیا هم بمانه یا ماندگار باشه؟ گزارش هایی در این موارد وجود داره. موقف وزارت صحت عامه چه است که آیا این ویروس میتونه که بر روی اشیا یا تو جایی که توسط یک شخص که به ویروس مبتلا باشه لمس شده باشه یا برخورد کرده باشه یک شخص سالم با این که ماسک بزنه و فاصله اجتماعی رو مراعات بکنه، اما در اون سطح اگر تماس بگیره میتونه که این ویروس واگیر شود؟
دقیقاً 100% عموماً ویروس کرونا نه تنها از طریق تنفس بلکه از طریق تماس هم از یک شخص به دیگر شخص سرایت کرده میتونه. قسمی که وزارت صحت و مسی پیام اساسی را به همتانان و عزیز خود بار مدیکار میکنیم شستن دست ها یکی از عمدهترین و یک اصل مهم جهت جلوگیری ویروس کرونا میباشد و همین خاطر ما میگیم که دست های ما و شما باید دست های خود را به شکل مکرر روزمره بشویم که با سطح های مختلفی که در آنجا ملوث شده باشد تماس بگیریم. همین دست ما باعث از این میشه که ما با صابون یا مایع دستشویی را نشویم و یا هم با مایع آنتیسپتیک دست خود را پاک نکنیم که در روی خود، دهن خود و در بینی خود این را تماس نمس کردد. به همین اساس چه سرایت مرض صورت میگیرد و ماسک پوشیدن هم یک اصل مهم است و فاصله اجتماعی که این هر سه جز جزای مهمی است که جهت جلوگیری کرونا در افراد جامعه مهم می باشد. بله آقای علیزاده، وزارت صحت و افغانستان می دانست که شاید موج سوم ویروس کرونا در افغانستان شیوع کنه و وضعیت را خراب بسازه. چرا در گام نخست قبل از اینکه این ویروس شیوع بکنه و در کشورهایی که در حال گسترش بوده نخواستی را جلوگیری بکنه و از همونجا جلو از این ویروس می گرفت تا به این حالت افغانستان نمی رسید؟ ببینید، شما اگر وزارت صحت عامه فعالیت های وزارت صحت عامه را یک مرور کنین در یک سال پسین، ما در بخاطر مهار ساختن موج دوم ما یک مدیریت وزارت صحت عامه از موج اول که بهتر شده بود، بخاطر مهار ساختن موج سوم از ماها قبل تدابیر لازم اتخاذ گردیده بود و جهت مهار موج سوم همه تدابیر در بخش استاندارد ساختن آی سی او ها، در بخش ایجاد مراکز صحی در مرکز و ولایت، در بخش ارتقای ظرفیت، در بخش آگاهی عامه و در بخش روان تطبیق واکسین، این همه موارد است که به خاطر جلوگیری موج سوم کرونا گرفته شده بود و خوشبختانه فعلا ما قدم به قدم به پیش میریم. اگر ما کشورهای دیگر خصوصا هندوستان میبینیم، نه تنها در افغانستان بلکه موجای سه و چهار کشورهای که بسیار کشورهای الگوز در برصد در اونجا با میان میاد، این کنترل چون این پاندمی است، پاندمی به معنای از این که نه تنها در افغانستان بلکه در تمام جهان واقعیت مثبت ویروس کرونا در گردش می باشه، بنان کنترل از این بسیار مشکل می باشه که کشور همسایه ما مثال گپ ما دیدیم پاکستان بیشترین آمار داشت، کشور هندوستان بیشترین آمار داشت، باز هم وزارت صحت عامه تدابیر لازم را به خاطر محدودیت هایی که در مرز به وجود اتخاذ نمود، در خطوط هوایی تدابیر لازم به خاطر استای همه هموطنان ما که در پروازهای بین المللی به افغانستان انتقال داده می شد استای پی سی آرشان جهت ویروس کرونا باید منفی باشه از مسافرین، این تدابیر لازم اتخاذ گردید. مگر باز هم کنترل از بسیار مشکل است، نه تنها بر افغانستان بلکه بر تمام کشورهای جهان. بله، اما آقای علیزاده، باز هم با این همه تدابیر چرا افغانستان در چنین یک وضعیت قرار گرفته؟ چرا مرزها میان کشورهایی که این ویروس در حال گسترش بوده و به حالت بحرانی رسیده نخواست ببنده؟ پروازهایش را چرا با هند قطع نکرد؟ حالا ایران هم یکی از این کشورها است که ویروس کرونا در اونجا به اوجش رسیده بود، چرا نخواست که این مرز را ببنده و یا هم مرز با پاکستان را تصمیم بگیره ببنده؟ ما شما شاید از یاسی مگر تنها مرز ترخم رو ما ببینیم، بعدها هزار افغان ما وارد افغانستان میشه، همچنان از مرز ایران هم به افغانستان هموطنان ما داخل میشن. به خاطر کنترل مرزها ما توانستیم که صرف سکرینینگ نمای سیار ما موجود بوده و سکرینینگ افراد صورت بگیره و تستای آر دی پی را تستای رپید دیاگنوستیک تست که است که در چند دقیقه بر ما نتیجه میده که آیا فرد مبتلا به ویروس کرونا است یا نیست، او را ما در سرحدات به افراد مشکوک انجام بدیم. همچنان نه تنها در افغانستان بلکه در اکثریت کشورهای جهان تستای پی سی آر یکی از مهمترین و با ارزشترین تست جهت تشخیص مرض کرونا می باشه که فعلا این تدابیر را وزارت صحت عامه به همکاری اداره هوانوردی اتخاذ نموده که مسافرین که از این میان باید تست پی سی آرشان منفی باشد. با آن هم
وزارت صحت عامه در میدان هوایی استایار دیتی را انجام میده بر افراد مشکوک و افراد سکرینینگ میکنه. این که مطلقا ما بگیریم مرزهای افغانستان را به ایران و یا پاکستان ببندیم، این یک مشکل و چالش بسیار بزرگ دیگر است که مردم عزیز ما دچار از مشکل میشه. خب باز هم وزارت صحت عامه تدابیر لازم را به خاطر سکرینینگ تست انجام میده. و یک علت عمده ای است که هموطنان عزیز ما با وزارت صحت عامه همکار نمی باشند به خاطر جلوگیری ویروس کرونا. و همی اساس واقعات مثبت کرونا در کشور ما روز به روز در حالت افزایش است، به معنی از اینکه مردم عزیز ما هیچ پیامهای وزارت صحت عامه را نادیده میگیرند. امیال شما در شهر و بازار اگر ببینید، در مارکت ها ببینیم، اکثریت مردم ما 95 الی 96% مردم ما ماسک نمی پوشند، در حالی که ما در عمق یا در پله موج سوم قرار داریم، نزدیک به پلن می رسیم. یعنی واقعیات ما روز به روز در افزایش است و همی اساس واقعیات متاسفانه در کشور ما افزایش. بله آقای علیزاده، بعد از این ایجاب میکنه چه شرایط شدیدتر را روی دست بگیرین؟ وزارت صحت عامه همه بخشایی که باعث سرایت ویروس کرونا در جامعه می شود و شناسایی نموده، مطابق حقایق ماهیت وضع می گردد. باز هم ما می بینیم اگر واقعیات قسمی که در حالت افزایش بود یا دوام پیدا کنه، پیش بینی ما داریم از او که بیشتر دوام پیدا کنه، حتما وزارت صحت عامه در بخشای دیگری که واقعیات مثبت کرونا در اونجا چانسش بیشتر است و سرایتش بیشتر است، محدودیت های دیگر هم به نهادهای مختلف و نهادهای مذکور نهادهای دیگر هم ایجاد می‌گردد. بله آقای علیزه، علت اصلی از اینکه مردم در افغانستان ویروس کرونا را جدی نمیگیرند چه از به ویژه در شماری از نهادهای خصوصی تدابیر جدی روی دست نمیگیرند یا در شماری از نهادهای دولتی و یا هم حکومتی هم اگر تدابیر هم روی دست گرفته میشه مردم مراعات نمیگیرند، شما چه فکر میکنید که علت در چه است؟ چرا این ویروس را جدی نمیگیرند؟ قرنطینه نمیشه و یا این هم محدودیت های بیشتر وضع نمیشه برای از اینکه مردم بتونن جلوگیری بکنن؟ خب اگر ما همه کشور را فکر کنیم که قرنطینه شوه، مگر باز هم مردم عزیز ما کمکاری نکنند، از قرنطینه استفاده میکنن که در خانه بمانن، از اونجا میرن دو ساعت تفریح با بازدید یک دیگه میرن، که همین با اینکه واقعیت مثبت کرونا در کشور افزایش یابه، در حالی که مردم ما 99% مردم عزیز ما به این میفهمد که کدام مسائل مهم سی است که در زندگی خود را عملی نماید تا به مبتلا به ویروس کرونا نشد. مگر ما هم نمیدانیم که چرا مردم عزیز ما بایی هم که خوب میدانند که با خاطر جلوگیری ویروس کرونا همه مسائل سی را در نظر بگیرند، بازم او را در نظر نمیگیرند، گرده همایی های که از طرف نهادهای مختلف خصوصا سیاسی و اجتماعی و مدنی صورت میگیره، در حالت که بار ما پیام ها را به همه مردم گفتیم که باید از تجمعات جلوگیری صورت بگیرد، مگر باز هم مردم بی‌توجه هستند. یک چالش بزرگ و یک مشکل بزرگ در مقابل سکتور صحت افغانستان می‌باشد. بله تشکر از شما آقای علیزاده که در این بحث با ما بودین، موفق باشین.